ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست ریاست الوزراء در نمایشگاه بین المللی بهار نو و تجلیل از هفته صنعت میگوید تا زمانی که سرمایه گذاری در بخش صنعت و تجارت کشور انجام نشود، افغانستان به خودکفایی نخواهد رسید. پدیغ مرستو کمکونو بانی افغانستان نچلیجی. افغانستان الحمدلله با نفوس ملک دی، نفوس زیاد دی، نو موش خپل شپه ورز ورکړی د خپل ملت، د خپل مسلمان ملت لپاره چې موږ یې خدمت وکړو. معاون نخست ریاست الوزراء از بازرگانان میخواهد تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند. پس تر واسه انشاءالله د دوی موږ امنیت لرو په غاړه باندې، دا زموږ مداری ده. نن هغه د امن فضا قیم شوی دو چې باید هر سړی راشي دلته خپل خدمت په خپل بخش کې او د خپل وطن لپاره، د خپل قوم لپاره او د ملت لپاره لاس راپورته کی. که روی برنامه بسیار زیاد الحمدلله کار میشه. احسان خداوند معادن است، بیش از صدها شرکت به داوطلبی آمدین. در همین حال وزارت اقتصاد رشد اقتصادی کشور را وابسته به تولید کالای با کیفیت در افغانستان میداند. ما از صنعتکارا این توقع را داریم که باید تولیداتی که دارند کوشش کنند در کیفیتی از اون. با میلیاردها کمکی که در افغانستان صورت گرفت، کمترین توجه در بخش زیربناها، زیرساختا و صنعتی شدن افغانستان صورت گرفت. برای از بین بردن بیکاری و کم کردن سطح بیکاری انشاءالله العزیز برنامه های بسیار درستی وجود داره. از سوی هم سفارت ایران در کابل میگوید که ایران آماده است تا در بخش‌های تجارت، صحت و آموزش با افغانستان همکاری کند. آماده هستیم کمک کنیم به کشور شما که آباد بشه و پیشرفت کنید و مستقل باشید و بی‌نیاز در عرصه اقتصاد. برخی از بازرگانان میگویند که در حال حاضر برای صادرات و واردات دسترسی به انتقال و دریافت پول از طریق بانک را ندارند و آنان مکلف به انتقال پول از طریق حواله با هزینه های زیاد هستند.